خدا، سلام و صبحتان بخیر. به برنامه آغاز روز از آریانا نیوز با من بشیر جو خوش آمدید. امیدوار هستم که یک صبح خوب خوش را در کنار خانواده های محترم آغازگر بوده باشیم، همچنان یک جمعه خوب خوشی داشته باشین. حال هم بس میکنیم در رابطه با وضعیت امنیتی ولایت پروان که گفته میشه در این اواخر وضعیت امنیتی در ولایت پروان بدتر شده و همچنان در ادامه وضعیت امنیتی در رابطه با مذاکرات دور نهم که هنوز هم در قطر جریان داره و قرار است که گفته شده امروز مذاکرات دور نهم قرار است پایان پیدا کنه. برای بحث بیشتر در این مورد آقای جواد اعتماد همکار ما از ولایت پروان که فعلا در استودیو با ما هستند. سلام آقای اعتماد، با شما خوش آمد به برنامه. تشکر، سلامت باشید. آقای اعتماد، در نخست بگویید که فعلا وضعیت امنیتی در ولایت پروان چگونه است؟ خب وضعیت امنیتی در کل در افغانستان ما شما به چشم دید و خود ما میبینیم درست نیست و اوضاع بیشتر وخیم شده از گذشته. همین گونه در پروان و پروان ما با تاسف اون چیزی که ما از مردم داریم، اون چیزی که سند داریم، مستند داریم از موضوعات امنیتی است که افراد مسلح غیر مسئول که از طرف زورمندان محلی در ولایت پروان البته چیز حمایت میشن و هر از گاه وقتی افراد کلیدی در مقام حکومت محلی پروان یا هم در پلیس پروان تبدیل میشن و تازه میان، اونا وعده میکنن که باید ما افراد مسلم غیر مسئول گرفتاری بکنیم، اما با تاسف بر چند ماه که میگذره این وعده هایشان در حد شعار باقی میمانه و در کنار افراد مسلح غیر مسئول که ما البته حکومت محلی پروان یا در کل پلیس پروان سه بلسپوری را بیشتر نامن میگوین، شیخ علی البته سرخ پارسا، شنواری و کوی صافی را، اما با تاسف ما شاید رویدادهای هستیم که از طرف گروه های مخالف مسلح دولت در بلسپوری های امن در خود مرکز انجام میشه. همین گونه هفته گذشته شما شاید هستین که نصرالله فرمانده یک بازگاه پلیس در گذر پایین بلسپوری جبسراش که یکی از بلسپوری امن در ولایت پروان است از طرف طالبات ترور شد و ما یک چیز دیگره که ما بر ما خبرنگارا قابل نگرانی هستی است که بر ما درست معلومات داده نمیشه. وقتی ما با مسئول صحت صحبت میکنیم آمار یک چیز میگه، آمار زخمی و کشته شده آره، اما از حکومت محلی یا هم پلیس ولایت پروان وقتی ما میپرسیم آمار کم برای ما میگن. همین گونه مخالفین مسلح که در تویت یا هم در صفحات اجتماعی پخش و نشر میکنن آمار بیشتر از او چیزی است که پلیس گفته و تصادفاً با آماری که صحت میگو برابر است. آقای اعتماد، همچنان چند وقت پیشم که وضعیت بنابرای وضعیت امنیتی که ولایت پروان بدتر بود، همچنان گفت عملات هوایی و زمینی برای تصفیه‌ای ولسوالی های ناامن ولایت پروان انجام شده بود. این حملات چقدر قناعت بخش بود؟ بعد از حملات هوایی و حملات زمین چقدر تغییرات در ولایت پروان آمده؟ آیا وضعیت امنیتی بهبود پیدا نکرده تا هنوز؟ خب از دید ما چیزی که از محل میبینیم ای است که مردم محل بر ما همین گونه گزارش میدن. وقتی عملیات هوایی میشه، در عملیات هوایی اگر 5 نفر یا 2 نفر یا 1 نفر از افراد گروه طالبا یا همین گونه افراد مسلح مخالف دولت کشته شوند یا زخمی شوند، اما بیشتر افراد ملکی متضرر میشن. همین گونه شما ماهای گذشته اگر در جریان باشین عملیات های هوایی شده یا هم زمینی شده از طرف امنیت یا از طرف خطه سفری یک از مرکز که بدون هماهنگی حکومت محلی پروان صورت میگیره، ای باعث کشته شدن و زخمی شدن افراد ملکی میشه که مردم خیلی نگران ساخته این موضوع. در این حملات هوایی و زمینی چقدر دقیقا اگر آمار مشخص پیشتان است که چقدر افراد ملکی کشته شده بود؟ دقیقا سال گذشته براتان بگویم، چون از این سال بیشتر یک عملیات در سیاکرت شد که مردم محل میگن که 16 نفر از افراد ملکی کشته و زخمی شده، اما پلیس پروان و حکومت محلی پروان میگن که در این رویداد 19 طالب کشتن و افراد ملکی کشته نشده، اما مردم چیز دیگر میگن در مناطق. و سال گذشته هم عملیات هوایی شد، افراد ملکی یکی از عملیات چند وقت پیش بگوین؟ نفهمیدم عملیاتی که چند وقت پیش صورت گرفته بود ذکر کنید. اما عملیات چند وقت پیش در دره غربند صورت گرفت، اما عملیات تقریبا 5 فرد ملکی را که حکومت محلی پروان هم تایید کرد کشته شدن. این عملیات های هوایی یا زمینی وقتی مقطعی می باشه تاثیرگذار نیست. درست طالب
یا همو گروه های مخالف و مسلح دولت موقعیت های خود تثبیت میکنن، وقتی عملیات میشه از موقعیتشان دور میرن، افراد ملکی کشته میشه، وقتی عملیات تمام میشه مقطعی است، پس دوباره در موقعیت خود میان و با پلیس و با نیروهای امنیتی و با کسایی که دولت مشخصا کار میکنن با اونا درگیری میکنن. برای وضعیت بهبود پیدا کردن وضعیت امنیتی در ولایت پروان تا امروز حکومت محلی به خصوص قماندان امنیتی ولایت پروان چه برنامه‌های را روی دست گرفتن، چه کارهایی را انجام دادن؟ خب اموارا ما پیشترم یادآور شدم که در شعار داریم صحبت‌های خیلی بلند بلندی میکنن به خاطر عملیات ها، به خاطر از بین بردن افراد مسلح غیر مسئول، گروهان تروریستی، اما با تاسف این عملیات ها یکی مقطعی است و یکی وقتی عملیات میشه، درست عملیات زمانی میشه که افراد گروه طالبا یا همو کسایی که اونجا به خاطر دولت یا به خاطر منافع خودشان از طرف بیرون برنامه ریزی شده برنامه خود تطبیق میکنن، او زمان اجرا نمیشه و حکومت محلی پروان و پلیس با تاسف مصلحت گرایی بیشتر از ای داره که بتانه مردم همون کسایی که تهدید بر مردم هستند دستگیر بکنند. بیشتر شما در جریان صحبتهایتان قسمت جرایم جنایی در ولایت پروان اشاره کردین. در این اواخر چقدر جرایم جنایی همچنان قتل‌های زنجیره‌ای در ولایت پروان افزایش پیدا کرده؟ یک موضوع فکر می‌کنید علت افزایش پیدا کردن جرایم جنایی در ولایت پروان چی است؟ علت افزایش جرایم جنایی ناهماهنگی حکومت محلی با پلیس و با شورای ولایتی و همچنان امنیت ملی که در پروان بعضی وقت عملیات میکنه بدون هماهنگی و عملیات هایی که از مرکز صورت میگیره بدون هماهنگی خود حکومت محلی پروان، همین سبب میشه که درست نتونن کسایی که افرادی که جرم و جنایت انجام میتن اونا رو دستگیر بکنن. یک علت دیگه ایشی است که پیشتر هم یادآور شدم، بازم میگم که افراد گروه مسلح که مخالف حکومت هستند یا ای که غیر مسئول هستند، تفنگدارای غیر مسئول هستند، از طرف اشخاص فرماندهان جهادی و کسایی که در سطح رهبری آمدین در مرکز کار میکنن، اونجا گروهکای ساختین که مختار منافع یا حفظ قدرت خود در پروان باعث قتل هدفمند میشن، باعث دزدی‌های مسلحانه است و این موضوعات میتونه بر مردم خیلی چالش برانگیز باشه. در قبال چنین گروه که فعالیت دارن در ولایت پروان اقامت جدید روی دست گرفته نمیشه، همین موضوع باعث نگرانی مردم است. قماندانان محلی هستن، وقتی حکومت پروان میخواه اقدام بکنه مجبور است که مصلحت بکنه، مجبور است مصلحت بکنه، در غیر از او یا ای که خود قماندان امنیه اخطار میبینه یا حکومت محلی پروان غیر مستقیم اخطار میبینه، این موضوعات و این موضوع باعث شده که عملیات ها بدون هماهنگی حکومت محلی پروان در پروان انجام شوه و مردم ملکی به جای افرادی که البته مسئول هستند که تهدید بر مردم ایجاد میکنن، به جای از اونها افراد ملکی متضرر میشن. یک ضعف کلان است. بهبود پیدا کردن وضعیت امنیتی در ولایت پروان، حکومت محلی، قماندان امنیتی ولایت پروان به خصوص چی برنامه‌هایی را باید روی دست بگیرن تا وضعیت امنیتی بهبود پیدا کنه و خاص شما به عنوان یک شهروند ولایت پروان از حکومت مرکزی در قسمت تامین امنیت و بهبود پیدا کردن وضعیت امنیتی در ولایت پروان به خصوص جرایم جنایی چی است؟ هرگاه ما چی در بخش پلیس، چی در بخش هر ارگانی باشه، یک برنامه کامل، یک برنامه که بتونه جامعه باشه، همه مردم دوست هم داشته باشن و منافع ملی و منافع شخصی معلوم باشه، میتونه که درست باشه. اگر حکومت محلی پروان درست عملیات های خود چی صرف شب، چی صرف روز اگر راه‌اندازی بکنه، به خواست مردم رسیدگی بکنه، که سال گذشته هم ما در آخرای سال گذشته سال 1397 شاهد بودیم که یک صرافه در چهارراهی خود شهر چهارکار رو بروی پلیس دزدا میاین از پیشش هم و دار و ندارش هم میبرن، اما پلیس اقدام نمیکنه. یک موضوع مصلحت است و یکی که پلیس مردمی است در خود پروان، یعنی باید امی پلیسی که از پروان یا نیروهای امنیتی کار میکنن اگر اینو از ولایت های دیگه باشن درست کار میکنن، اما امروز یا از ولایت های هم جوارش هست پلیس یا هم از خود ولایت پروان است، اینا میگن اگر امروز ما یک نفر دستگیر بکنیم باز فردا که وظیفه نداریم چی بکنیم. این موضوعات است و از حکومت مرکزی خاص مهمی است که بیا بررسی بکنه، حکومت محلی پروان بررسی بکنه که برنامه‌ایه که میتونه بر مردم به خاطر تامین امنیت بهتر
زمینه را فراهم بکنه او زیادتر است یا یک برنامه نمایشی زیادتر است. اینو را اگر بررسی بکنه میتونه درست کار بکنه. اگر امنیت ملی با حکومت محلی پروان هماهنگ باشن درست کار کرده میتونه، اما هماهنگ نیستن. حکومت محلی پروان برای ریاست امنیت ملی پروان شاید زشترین الفاظم استفاده بکنم چون ما کلپ داریم، اما این موضوعات ناامنگی باعث شده که بیشتر شده. آقای اعتماد، در کنار ناامنی ها در ولایت پروان همچنان حالا که مذاکرات دور نهم بیش از یک هفته میشه که در قطر جریان داره، فکر میکنید که در مذاکرات دور نهم چقدر احتمال ازی وجود داره که نمایندگان طالبان با نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا آقای زلمه خیزداد به توافق برسند؟ خب شکی نیست، طالبا اگر بیشتر مذاکره شود با ایشان یک بود سیاسی کلان در سطح منطقه پیدا میکنن که باعث میشه که اونا بیشتر منافع خود ترجیح بدن به منافع مردم افغانستان. همین گونه در پروان مردم چی از بخش زنا که خط قرمزشان یا خاصشان است که امو دستاورده 18 سال پسین که آزادی بیان است و حقوقشان از کمتر مراد شده و به دست آورده نمیخواین که از دست بتن و با آمدن طالبا هیچ شکی وجود نداره که همون دوره سیاه طالبانی که قبلا بود و دار و ندار مردم شمالی و مردم مرکز را گرفته بود، فکر میکنم بازم مردم نگران از این است که آیا طالبا میان با حکومت افغانستان بعد از مذاکره یا با توافق رسیدن با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا با امور صلح افغانستان رسیدگی میکنن، با حکومت افغانستان شاید نشست و چندین نشست داشته باشند به خاطر توافق که در افغانستان برسند. این موضوع نگران کننده است برای مردم. تنها چیزی که ما دریافت میکنیم این است که کسایی که در حکومت هستند یا حکومت محلی اینا بیشتر کوشش میکنند که صلح یک مهره اصلی رفع تهدیدات امنیتی عنوان بکنند که با طالب امریکا صورت میگیرن، اما این گونه نیست. اوکی، تو دقیقا دیدگاه خودتون در رابطه با مذاکرات نو در مذاکراتی که صورت گرفته و همچنان حالا بیش از 10 ماه میگذره که گفتگوهای مذاکرات صلح افغانستان جریان داره، فکر میکنید در جریان 10 ماه گذشته مذاکرات و گفتگوهایی که در رابطه با روند صلح صورت گرفته و مذاکرات دور نهم که فعلا جریان داره چی است؟ چقدر تا امروز در قسمت گفتگوهای مذاکرات صلح آقای زلمه خلیلزاد دستاورد داشته و ما چقدر به یک صلح نزدیک شدیم؟ دقیقا هر باری که زلمه خلیلزاد به کابل سفر میکنه و نشست ها را میخواه شریک بکنه با مردم افغانستان یا با حکومت مرکزی، این موضوع به کلکی روشن است. اگر طالبا به نتیجه درست یا مطلوب میرسیدن با زلمه خلیلزاد و زلمه خلیلزاد گفتگوهایش نتیجه میداد، انتحار انفجار نمی بود دیگه، کشت خون نمی بود. حالا در هر ولایتی که ما میبینیم جنگ جریان داره و حرکات طالبان بیشتر از گذشته شده. اگر نتیجه میداد پس این حملات چی است؟ حالا که شما میگین این مذاکرات که جریان داره، میگین هر بار که من مذاکرات هرچی بیشتر داغ‌تر میشه و همچنان میگین که انتحار انفجار و کشتار بخصوص پیشروی حملات گروه طالبان در تمام نقاط افغانستان بیشتر میشه، فکر میکنید علت در چی است که هرچی مذاکرات گفتگوهای سال داغ‌تر میشه و هرچی گفتگوها بیشتر میره، فکر میکنید حملات گروه طالبان در تمام نقاط افغانستان بیشتر میشه، افزایش پیدا میکنه؟ خب این موضوع دلیلش همی است که طالبان یک قشر ضعیف هستند. ما وقتی به یک قشر ضعیف فکر میکنه طالبان با این حملات گسترده‌شان میخواین چرا ثابت بسازن؟ خب میخوایم بگویم در سطح منطقه طالبان میخواین یک جایگاه سیاسی منظمتر و بهتر پیدا بکنن نسبت به گذشته، امتیازگیری بکنن از طرف کشورهایی که اینا تمویل میشن، به اونا یک دستاورد داشته باشن که ما اینقدر انفجار انتحار میکنیم، اینقدر مردم روزانه در افغانستان یا میکشیم یا زخمی میسازیم یا یک موضوع یا دیگه موضوع. اما این موضوع به نظر من اگر درست نتیجه میداد امروز انتحار انفجار نمی بود. نو دوره گفتگوهای سال شب هم جریان داشت فکر می کنم و امروز شاید تمام شوه و زلمه خلیلزاد گفتن که به کابل میان و به مو نتیجه بحث شانده دوره نهم گفتگوهای سال با مردم افغانستان شریک میکنن. این یک بحث کاملا گیج کننده است. ببینین رئیس جمهور امریکا میگن که ما
هیچ برنامه نداریم برای خروج نظامیان امریکایی از افغانستان، اما وزیر خارجهش میایه میگونه ما همزمان با توافق صلح طالبا نیروهای خود کاهش میدیم از افغانستان. بازم دونالد ترامپ دوباره میایه اکتیویت میکنه که مش 1600 سرباز خود را در افغانستان نگاه میکنه بعد از توافق صلح هم در افغانستان. حالا طالبا که خواستشان یگانه خواستشان همی است که از عملیات ها و نیروهای خارجی که در افغانستان هستند باید بیرون شوند و هیچ نیروی خارجی در افغانستان نباشه. آمریکا این موضوعات را بیان میکنه که نیروهای ما در افغانستان میباشه، پس چگونه میتونیم ما به یک صلح که نیازمند هستیم، مردم افغانستان ضرورت مبرم دارن رسیدگی بکنن و برسیم؟ حالا که در مذاکرات در نهم که جریان داره، هنوزم احتمال زیاد داره که امروز پایان پیدا کنه یا هم پایان پیدا نکنه، فکر میکنید اگر مذاکرات در نهم امروز پایان پیدا کنه قرار است روی کدام موارد اساسی به توافق برسن؟ خب دو موارد است. یک خروج سربازان امریکایی، چیزی که ما از گفتگوهای قبلی به نتیجه میرسیم از دور هشتم و هفتم و قبلیش، یه است که طالبا خواستشانه است که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شود و بخشهای کلیدی یا وزارتخانه کلیدی برای ما سپرده شود و بیشتر خواستشان شاید ای باشه کماندوی افغانستان منحل شود و اونا هم بیان داخل شوند نظام. یک موضوعی است که خیلی چارش برانگیز است. هنوز در افغانستان با حکومت افغانستان و سیاسیون افغانستان دقیقاً در خود افغانستان صحبت نشده. شهروندان افغانستان هم تا حالا این مورد اصلا نمیتونن که ابراز عقیده بکنن که چی جریان داره و چی میخواین، چون پیش از وقت است. و این موضوع اگر طالبا فشار به از طرف جامعه جهانی بالایشان میتونه که مثبت باشد. اگر هر چقدر که اینا را برشان وقت داده شوه و گفتگوها به طور نرمال جریان داشته باشه و واکنش از طرف جامعه جهانی نباشه، به نظر ما با کدام صلح ما روبرو نخواهد شده. بله، حالا که خواست اصلی طالبان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است و قسمی که شما پیشتر اشاره کردین و همچنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بودند که بعد از با توافق رسیدن 8000 سرباز آمریکایی در افغانستان میباشه، در حالی که آقای پومپیو وزیر خارجه آمریکا در توییتر خود نوشته بود که آمریکا به دنبال خروج نیروهایش از افغانستان به زودترین فرصت است. چه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که در مذاکرات دور نهم آمریکا با طالبان به توافق برسه که روی خروج زمانبندی نیروهای آمریکا از افغانستان به توافق برسن؟ تنها پیشتر هم یادآور شدم، تنها بحث خروج نیروهای آمریکایی نیست. حالا حکومت افغانستان، مردم افغانستان داخل گفتگو نیست اصلا، یک سهمی نداره. چقدر فکر میکنید که این موضوع را آمریکا بپذیره در حالی که آقای ترامپ گفته بود که نیروهای خارجی در افغانستان میباشه؟ خب از یک سو انتخابات که برای مردم خیلی مهم است، سرنوشت‌ساز است، پروسه ملی است که باید یک رئیس جمهور منتخب به افغانستان بیاید و حکومت دوباره در رابطه با خروج نیروهای صحبت کنید. در رابطه با خروج نیروها اگر ما شاید فکر بکنیم چند سال گذشته را دوره طالبانی را، نیروهای خارجی اصلا در افغانستان وجود نداشتند. حال نیروهای خارجی در افغانستان هستند و امنیت نسبتاً به گذشته بهتر است و مردم میتونن درست به کارشان برسن. شما ذکر کردین در جریان صحبتاتون گفتین که اگر ما به چند سال به قبل برگردیم مثلا نیروهای خارجی در افغانستان وجود نداشته، در حالی که از حضور آمریکا در افغانستان 18 سال میگذره و 18 سال است که نیروهای آمریکایی در کنار نیروهای دفاعی، نیروهای امنیتی در حال نبرد با گروه‌های هراس افغان و گروه‌های تروریستی هستند، چه فکر میکنید؟ و همچنان در تاریخ آمریکا طولانی‌ترین جنگ افغانستان است. بنابراین حضور 18 ساله آمریکا در افغانستان، فکر میکنید که آمریکا به آسانی بپذیره که نیروهای خودش را از افغانستان خارج بسازد؟ در حالی که شما میگین چند سال قبل بقب برگردی مثلا نیروهای آمریکایی در افغانستان وجود نداشته. آمریکا یک پایگاه دارد در آسیا که بزرگترین پایگاهش هم افغانستان است. چطور در افغانستان 18 سال مصرف کرد و سرمایه‌گذاری کرد در بخش و بخش سکتور امنیتی بیشتر کوشش میکنه که کشورهای بیرونی که هم مرز با افغانستان هستن یا نزدیک افغانستان هستن
اونا را تحت تسلط خود داشته باشه. آیا امریکا از افغانستان خواهد برآمد؟ این امکان پذیر نیست. امریکا اگر از افغانستان برای نیرویش کاهش بده گفته نمیشه، اما کاملا از افغانستان هیچگاه امریکا نبره، و اگر امریکا از افغانستان بره یک شکست از برش رسد منطقه که میتونه برش خیلی گران تمام شود. فکر میکنید که باید چی برنامه های را روی دست بگیره آقای زلمه خلیزا، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در مذاکرات دور نهم با نمایندگان طالبان به تفاهم برسد؟ خب زلمه خلیلزاد اگر نظر مردم افغانستان را داشته باشد، چون زلمه خلیلزاد افغانستان زندگی نمی کنه. روزی که مردم زخمی میشه کی است؟ خشوند ما است، بیادر ما است، بدر ما است، شهروند افغانستان. حالا برنامه‌ای که روی دست بگیره، ما منظورم این است که بیای مردم افغانستان اول یک اجماع شور بکنن، با مردم بشینن صحبت بکنن. تنها حکومت نه، تنها سیاسیون نه، باید اعضابی که کوچک هستن اونا رو هم در نظر بگیرن، میتونن که به یک نتیجه برسن و نتیجه اینجا را برسانن به طالبا، و طالبا رو هم کوشش بکنن که اگر در قدرت میخواین سهم بتن برشان، باید بقبولن سرشان که اون قانونای گذشته داشتن، قانونایی که میتونه به مردم افغانستان گران تمام شه، اون قانونا رو بررسی بکنن و اون قانونا رو تجدید نظر بکنن، بیان به مانند شهروندان دیگر افغانستان در افغانستان زندگی بکنن و زندگی عادی خود پیش ببرن. به نظر من برنامه‌ای کامل و جامعی داشته باشن که مردم افغانستان چی از بخش زنا و مردا در او اشتراک داشته باشن، نظرهایشان قابل قدر باشه، اهمیت برشان بتن، میتونن به یک صلح درست در افغانستان برسن. تشکر آقای جواد اعتماد، خبرنگار محلی ما از ولایت پروان، از حضورتان به برنامه. درود دوباره به ادامه برنامه خوش آمدید. حال هم صحبت میکنیم در رابطه با گفتگوهای مذاکرات دور نهم که فعلا هنوز هم در قطر جریان داره، و همچنان گفته میشه که قرار است مذاکرات دور نهم امروز بین نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا آقای زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان پایان پیدا کنه، و هنوز مشخص نشده که در مذاکرات دور نهم روی کدام موارد به توافق میرسن، و در ادامه مذاکرات گفتگوهای دور نهم همچنان بحث میکنیم در رابطه با وضعیت امنیتی ولایت کندوز که گفته میشه وضعیت امنیتی در این اواخر در ولایت کندوز بدتر شده و همچنان جرایم جنایی افزایش پیدا کرده، و مردم از افزایش پیدا کردن جرایم جنایی و وضعیت امنیتی در ولایت کندوز نگران هستند. بیشتر بحث میکنیم در رابطه با این موضوع با آقای محمد عوض حسن ناصری، فعال مدنی از ولایت کندوز که فعلا در استودیو با ما هستند. سلام آقای ناصری، به شما خوش آمد به برنامه. سلام، صبح خیر به شما، بیننده های عزیز و همکارای بخش تکنیک. سلامت باشین آقای ناصر. در نخست بگوین که دیدگاه شما در رابطه با مذاکرات دور نهم چی است؟ آنچه که ما در جریان حدودا 9 ماه مذاکرات صلح که ادامه داره و ما دقایق به دقایق و لحظه به لحظه لحظه شماری میکنیم که برای اند این مذاکرات صلح که بین آقای زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا و گروه طالبان چی نتیجه خواهد داد و چی نتیجه عزیز خواهد برآمد، ما در شاک یا در شوک هستیم. اصلا ما در ابهام قرار داریم، خصوصا حکومت افغانستان در ابهام قرار داره، چی برسه که ما مردم عام از این چی معلوماتی به دست آوردیم. دیروز گفتم شد که این دوری نهم به پایان میرسه که نرسید روی دو نکته که اونا بین تحریک و امارات یک مشکل داشتن، که اونا گفتن که ما توافقنامه را با عنوان نام تحریک امضا میکنیم با شما، و اونا گفتن که ما این را با عنوان امارات اسلامی. در این نقطه و بعضی نقاط دیگه هم بود که روی بحث بود، گفتگو به پایان نرسید. گفتم شد که دیروز باید آقای خلیلزاد به افغانستان مواصلت ورزه تا با حکومت افغانستان و سیاسیونی که در اینجا به عنوان رهبر و سیاسیون ظهور کردن با اینا گفتگوی داشته باشن و اجندای همی گفتگو را امرای از اینا شریک بسازن که مورد چی بحث شده. ولی ما آنچه که نگرانی ماست و ما از اینجا یک قسم به شاک هستیم، عدم حضور افغان ها، حکومت افغانی حضور نیافتن از اینا در آنجا بر ما یک قسم
مبهم است و بر ما یک قسم آینده خوب بر ما روشن واضح نیست. ولی امیدوار هستم که بعد از این که اونجا توافق صورت میگیره، بعد از این با حکومت افغانستان بشینن و یک صلح دائمی و سرتاسری بسیم. نباشه که صلح موقتی باشه، به گوشه از افغانستان صلح بیه، به در گوشه دیگه جنگ و تهدید و ظلم و استبداد ادامه داشته باشه. ما با او صلح که با او رقم ایجاد میشه هیچگاه با او موافق نیستیم، به عنوان یک شهروند، به عنوان یک انسان، به عنوان یک طبیع افغانستان که در اینجا زندگی میکنیم، با هیچگاه با او رقم صلح ما موافقه نداریم و هیچگاه او رقم صلح نمیخواییم. بیان که کار بکنیم از سیاسون و از جنای دخیل در گفتگوی صلح و از ایالات متحده امریکا، شرکای بین المللی، حکومت افغانستان. درخواست ما است اگر اینا میخواین که در افغانستان صلح بیان، صادقانه همکاری کنند و صادقانه با مردم افغانستان کمک و همکاری از دیگای عمودید انسانی بکنند تا ما هم در یک فضای صلح به عنوان یک انسان، به عنوان یک موجود زندگی درستی داشته باشیم و بتانیم که یک نفس آرام در فضای امن و صلح و زندگی خود را به ادامه بدیم. حالا شما مذاکرات 8 دور گذشته را چگونه ارزیابی میکنید؟ در حالی که در مذاکرات دور 8 که پایان پیدا کرد روی دو موارد قرار بود که به تفاهم برسن، همچنان مذاکرات به دور 9 ادامه یابد. به دور 9 حالا ببینید ما مذاکرات دور 9 با مذاکرات دور 8 چه تفاوتی داره و اگر در مذاکرات دور 9 به تفاهم برسن، نمایندگان طالبان با نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا روی کدام موارد به توافق میرسن؟ ببینید که در دورهای قبل ما بعض نکات بود که اونجا یا هم خود آقای ترامپ پس کشی میکرد از بعضی موضوعات. مثلا شب گذشتم در یکی از حالا در رابطه با مذاکرات 8 در مذاکرات بگوین و همچنان به توافق رسیدن دو موارد که در مذاکرات 8 بود و همچنان به مذاکرات دور 9 رفت. خب ببینید ما در سرازان میان بس بکنم. حالی که شب گذشته ما از یکی از رسانه ها شنیدیم، از رسانه ای که حالی ما با شما بس دارم، با یک از رادوها اینا خود آقای ترامپ گفت که ما با 8600 فکر کنم به قدر نیرو کاهش میتیم که این نیروها بعد از توافق صلح هم در افغانستان حفظ شود. ببینید زد و نقیز در حرف های از اینا موجود است و خصوصا طالبان هم از این حرف ها یک قسم در حراس هستن که مبادا اگر ما توافق بکنیم ممکن این چیزا باشه. و مسئله دوم که امریکا خواهان آتش بس دائمی هستن و اونا پافشاری دادن که ما آتش بس دائمی نمی کنیم مبادا که اینجا انتخابات برگزار شود. ولی انتخابات هم متمم صلح هست و صلح متمم انتخابات است. نمیشه که ما بگیم که چرا انتخابات میشه. اگر کسی میخواین که با صلح بروند، صلح بپیوند، با افغان ها صلح کنن، به اینجا بیان زندگی بکنن، زندگی آرام و طبیعی در کشور به نام افغانستان داشته باشن، چرا حراس دارن؟ سهم شون در پروسه های سیاسی و انتخاباتی شریک شوند، سهم شوند، ببینیم که چقدر آرا از کجا میگیرن و چی میکنن. هر کسی که میاین با دید وسیع، با دید دراز مدت باشن. حالا اینا گفتن که ما آتش بس میکنیم و به شکل مقطعی. حالا این نمیشه و امریکا پافشاری سر از داره که به شکل دامدار باشه تا بتونه. ولی این نقطه بسیار اساس است که ما نمیتونیم که صلح را در جنگ با وجود بیاریم. این دو نقطه متضاد است. هیچگاه نمیشه که این اردو به شکل متوازن پیشرفت کنه و به نقطه پایان برسه و هیچگاه این طور یک چیز صورت نمیگیره. ای کاش که 9 ماه پیش یا 8 ماه پیش یا پیش از 18 یا 19 یک به یک آتش بس دائمی و سرتاسری دست پیدا میکردیم که در فضای آرام، در فضای برادری، در یک فضای صلح، در یک فضای که دید و نظرات همسو با هم داشته باشیم به یک نقطه پایانی میرسیدیم که روز میشد که دمی روزا ما توافق صلح امضا کردیم با حکومت افغانستان، با جنای امریکا، میشد که رو با انتخابات سراسری دموکراتیک باز میشد. ولی آن چی نشد. حالا اختلاف ها موجود است و امیدواری از این هستم که دوری نوم با دور 8 نقطه یا امگری نبستن و ایگری باز شود تا بتانیم که به یک نقطه پایانی صلح برسیم و صلح هم که باشه تمام ارزش های انسانی، اخلاقی و تمام ارزش هایی که ما در 18 سال به دست آوردیم نشه که مبادا روز بگروی کرده دیگه برگردیم و خدا نخواسته که اوتر یک چیز نباشه. امیدواری شما پیچه در جریان صحبتهایتان در قسمت آتش بس اشاره کردین. فکر میکنید علت چی است در هر مذاکرات و نشست هایی که برگزار میشه در رابطه با آتش بس صحبت میشه، اما فکر میکنید چرا طالبان آتش بس نمیپذیرن؟ ببینید یک نقطه اینا یک نقطه قوتشان است و اینا زور آزمایی میکنن، اینا خود قوی نشان میدن، اینا میخوان که جایگاه موقف سیاسی دریافت کنن
که دریافت کردن تا کنون و این دریافت کردن این جایگاه را کسایی دادن که اونا اینا را تمویل میکنن، کسایی برای اینا دادن که آله به توافق میرسن با اونا. با این قدر با این اندازه نمیشد. آله ما حدودا 21 گروه از مخالفین مسلح در جنگ با نیروهای امنیتی داریم. میشه که با یک گروه از این صلح کرد، آیا 20 گروه دیگه در کجا باقی میمانه؟ آیا تضمین از اینا را که میکنن بین از اینا یکی از این موارد است که طالبان تضمین میدن که ما دیگه گروه ها را با دیگه گروه ها تعلقات نگاه نمیکنیم و نمیمانیم که اونا تجاوز اعمال ویرانکارانه را در افغانستان اجرا کنند؟ ولی من مطمئن نیستم که به شکل شود، چون اینا 20 گروه دیگه را کی تمویل میکنن؟ حتما یک کسی است، یک کشوری است و یا استخبارات بیرونی است که اینا را تمویل میکنن. از کجا میشه یک انسان عادی زندگی روزمره خود پیش بردن میتونه، چی برسه که به مسائل نظامی و اقتصادی از اونا کی تمویل میکنه؟ اینجا یک مبحث بسیار پیچیده است که امیدوار هستم که این هم به یک شکل طالبا به یک توافق برسن که از این مسئله خود دور بکنن و به مسائل آیندی افغانستان، اگر افغانی هستن، به آیندی افغانستان بنگرن، نه به این که قدرت آزمایی کنن و امتیاز طلبی کنن از راه جنگ. ما نمیتونیم از راه جنگ به صلح برسیم. جنگ بجز از اینکه درد، رنج، غم، بیوه و صغیره برای ما و یتیم به جای بگذار و ایرانی را به جای دیگر چیزی به ما داده نمیتونه. حالا فکر میکنید که نتیجه مذاکرات دور نهم چقدر سرنوشت ساز خواهد بود؟ تا جایی که من تا این شب که من معلومات داشتم، توافق به نزدیک رسیده که توافق صورت بگیره، ولی توافق مهم با دولت افغانستان است. مهمتر از او که با امریکای اونا توافق میکنه، اونا توافق از اونا بیرون از مرز افغانستان است. بدید من، بدید شخصی من. او توافق درست است که بین حکومت افغانستان، مردم افغانستان با طالبان صورت بگیرد و تضمینی هم از ایالات متحده آمریکا، شرکای بین المللی موجود باشه که بعد از توافق صلح هیچ گونه ارج مرجی در افغانستان اتفاق نمیفته. این مهم است که با حکومت افغانستان چطور به توافق برسه طالبان و همچنان جامعه بین المللی چی تضمین میده، جامعه ایالات متحده آمریکا. آله این مهم است که با اینا به توافق برسه، بعد از اون ما میتونیم که نتایج مثبت و منفی از اون ارزیابی بکنیم. بعد از به توافق رسیدن آقای زلمای خیلزاد با نمایندگان طالبان، فکر میکنید که نتیجه مذاکرات دور نهم را حکومت افغانستان بپذیره؟ خب آله تانوزم مجازیات آقای زلمای خیلزاد تانوزم در مذاکره است. ببینیم که بعد از سفرشون به کابل می نتایج شریک میکنه با حکومت، که حکومت برای حکومت و مردم مردم کشور ما چقدر قناعت بخش است. آیا آنچه که در 18 سال به دست آمده تامین است یا خیر؟ فکر میکنید نتایج دور نهم چه خواهد بود؟ خب من امیدوار هستم، آله ما نمیتونیم پیش از پیش قضاوت بکنیم که نتایج چه خواهد بود، ولی امیدوار آرزوی از ایره داریم و توکل ما به خداوند است. امید است که بدل از اونها هم رحم و ترحم بندازه تا بتانیم به یک توافق ملی و سرتاسری و صلح دائمی دست پیدا بکنیم. گفته میشه که در این اواخر وضعیت امنیتی در ولایت کندوز بدتر شده، بخصوص جرایم جنایی در ولایت اختطاف، دزدی، قتل در ولایت کندوز افزایش پیدا کرده. فکر میکنید علت در چی است که در این اواخر وضعیت امنیتی در ولایت کندوز بدتر شده؟ اگر روی اوضاع عمومی امنیتی زون شمال شرق بپردازیم، که مرکز زون شمال شرق بازم کندوز، دقیقاً در ولایت کندوز میام سر از اون. ما حدوداً بعد از دوری اول آقای کرزای، دوری دومی از او که شروع شد، ما اجگاه آرامی را احساس نکردیم. از لحاظ امنیتی و چی موضوعات جرایم جرمی باشه، سرقت باشه، دزدهای سر سرک باشه، این تمام مسائل از امو از دوری دومی از این پیدا شد. تا اکنونم که ما امرایتون بحث میکنم، روز یک روز پیش از عید قربان در یک دکان یک کس چیز را میفروشه به مقدار 57000 افغانی به دستش میرسه. یک کسی میاد تفنگچه از سر گوش از او میمانه و نصف مقدار پول از ایره از پیش میگیره در داخل شهر. آیا ما اینجا نیروهای امنیتی، کشفی، استخباراتی داریم یا نداریم؟ و چرا همچون مردم در خود داخل شهر ظهور کرده؟ اگر ما از لحاظ اجتماعی بپردازیم، حدوداً از چند وقت به این طرف جرایم جنایی در ولایت کندوز افزایش پیدا کرده، بخصوص قتل‌های زنجیره‌ای، اقتطاف و دزدی‌های مسلح. ما از شروع کردم، گفتم برات، از دور دوم آقای کرزی، ولی آهسته آهسته افزایش پیدا کرده، نه اینکه کاهش پیدا کرده. در منزل خود، مسکونی خود، افراد به قتل رسیده، اقتطاف شده. چند روز پیش قبل از عید یک کودک اختطاف شده و در رسالی حضرت امام صادق دریافت شد. ای به خاطر از اینکه ای کسا کی هستند؟ آیا افراد عادی کار میکنه؟ ای یک حلقه خبیثه با افراد مرتبط هستند که اونا در داخل حکومت محلی کار میکنن. ای یک زنجیره خبیثه است که با
افراد نزدیک حکومت که در داخل حکومت است با اونا کار میکنند، با اونا حق میدن. یعنی چنین اشخاص، افرادی که دست به قتل های زنجیری میذارن، افراد اشخاصی که دزدی های مسلحانه انجام میتن، افراد اشخاصی که چنین کارها را ارج مرج را در ولایت کندوز برپا میکنن، آیا حکومت محلی کندوز از چنین افراد به شکل از اشکال ما عموما گفته نمیتونم، به شکل اشکال میتونیم بگویم که اینا در ارتباط هستند. چرا حکومت محلی به جایی که برای بهبود وضعیت امنیتی در ولایت کندوز کاری انجام بده از چنین افراد اشخاص دفاع میکنه؟ ما یک کندوز یک لابراتوار آزمایش است. اگر شوی حکومت وحدت ملی شما بررسی بکنین، کندوز یک لابراتوار آزمایش تبدیل شد. روزی که حکومت وحدت ملی تسلط قدرت کرد، والی از یک جناح انتخاب شد، قماندانی از امنیت از دیگر جناح. ببینید در مبارزات انتخاباتی این هر دو جناح با الفاظ حتی تا جنجال های فیزیکی تا دست و پنجه نرم کردن جنجال فیزیکی اینا پرداختند. چطور میتونه دو جناح مخالف در شریک حکومت، سهمدار حکومت بتون در یک ولایت دو فرد اعزام بکنن، بعد از این دو نفر تامین امنیت بکنه از تمام لحاظ، تا چی جنایی باشه و چی هم جنگایی که در خط نبرد. حالا که شما میگید حکومت محلی از چنین افراد اشخاص حمایت میکنه و در کاری که چنین افراد اشخاص انجام میتین میگین حکومت محلی دست داره، پس تا امروز شهروندان ولایت کندوز چقدر صدایشون رو بلند کردن، بخصوص فعالین مدنی در ولایت کندوز، و مسئولیت قماندان امنیتی ولایت کندوز در قبال تامین امنیت و در قبال چنین افراد اشخاصی که دست به اختطاف، دست به قتل‌های زنجیره‌ای، دست به دزدی‌های مسلحانه میزنن چی است؟ خب دو مورد شما پیش گفتین. خب یکی کارهای فعالیت جامعه مدنی است که اونا همیشه از رای رسانه های اجتماعی، صوتی، تصویری بس کردن. امروز هم که من رایتان بس دارم، یکی از اعضای امی خانواده جامعه مدنی و یه خانواده کندز هستم که اینجا بس میکنم. آیا این صدای ما را اراکن دولتی بلندپایی که در مرکز حضور دارن آیا مشنون؟ کی بشنون؟ اگر مشنون با کدام گوش مشنون؟ اینا هیچ گونه نمیتونه. و در اینجا وقتی که ما میگیم جامعه مدنی یا فعالین مدنی یا جوانایی که در اینجا حضور دارن، اینا هم به دو طبقه تقسیم شدن. کسایی هستن که بلیگویک هستن، وقتی که والی می گلی گردن ببر، چپن ببر، جلک ببر، دسترشانش برد تا کوچکترین امتیاز دریافت بکنن، و کسایی که اونا نمیخوان به همچو وضعیت نمیخوان که زندگی بکنن و اینا مبارزه سالم میکنن، درد درمان مردم خود انعکاس بده که تا دریافت بکنن که درد درمانشان شوه. اوتر یک چیز دانوز دریافت نکردیم که از جمله خودم هستم، همیشه کوشش کردم که یک چیز بتونم به مردم خود، خصوصا در ولایت کندوز، حتی با وسط کشور باید کوشش بکنیم، ولی خصوصا که کندوز خانه ماست، وسط از او کوشش میکنیم، ولی تانوز یک دریچه مثبتی را دریافت نکردیم که تقریبا. اما عالمی هم سر بخش نظامی، عدم ضعف در مدیریت نظامی موجود است. افراد اشخاصی که در اونجا تعیین میشن به اساس روابط، تعلقات قومی، سیاسی، از لحاظ مبلغی اینا تعیین میشن. ما مثال واضح براتون میگم، یک ضابط تعیین میشد به ولسوالی خانابات قبل از عید قربان، از بورد و از کمیسونه که در خود وزارت داخله گرفته میشه، از اونجا کل کارش خلاص شد، صرف میخواست که برسه به اینا، در جدول برسه و اینا را با کتاب برسانه، لمبر و کد و شش به کتاب برسانه، بر از اینا مکتوب بده که برن قندوز. یک کس دیگر از قندوز مکتوب داده بود، موافقه داده بود که شما برین از اونجا امر بیارید. عالی آدم برای همین کسی که حق اولیت برازی داشت، بردم خلاص کرده بود کمیسیونم، بود بر از اینا امر میداد. ولی این آدم که وقتی که مدیر زون شمال شرق که در اینجا مدیریت میکنه، اونا با عنوان از یک چند مبلغ دریافت بکنه برای ازینه میداد. وقتی به من زنگ زد گفت که این تو مسئله است، من خواستم ایره به یک نحوه به مرجعی که عدالت خواست به اونا واگذار کنم و تا بتانه یه شخص پس دوباره بره اعمال وظیفه خود بکنه. اینجا مدیریت در رهبری از بالا جا یا از مرکز گرفته تا حکومت محلی وجود داره. شایسته سالاری در وجود موجود نیست، بجز از اینکه تعلقات امو سیاسی و اقتصادی دارن. بجز از اینکه اگر ما به همچو وضعیت ادامه پیدا بکنیم، هیچ گمان نمیتونیم که به آرامی و صلح و امنیت دائمی دست پیدا بکنیم، چون در رده های بالا مشکل موجود است. مسئولیت والی ولایت کندوز چی است و در این مشکلات و چالش هایی که در ولایت کندوز فراراه مردم و ولایت کندوز است، والی ولایت کندوز امروز چه کارهایی را انجام داده؟ والی کندوز به عنوان که والی وجود تعیین شده، این نماینده ویژه خاص رئیس جمهور است
که باید اونجا چیزی که باید شوه اینا رو سروی بکنه، اینا رو ببینه. بعد از تقرری والی ولایت کندز چقدر تغییرات در ولایت کندز آمده؟ خب از لحاظ امنیتی تغییر نامده، از لحاظ بازسازی بعضی پروژه ها روی دست دارن، ولی امیدوار هستم که در تالارای هتل ها افتتاح شد، ولی روی اصل کار تا هنوز شروع نشده. امیدوار هستم که یکی از او جمله ماستر پلان کندز است که آرزو دارم که به زودترین فرصت آغاز عملیش شروع شود. تا کنون شروع نشده، از لحاظ بازسازی کمی هم خوب شده، از لحاظ امنیتی آنچه که در قبل بود هنوزم جریان داره، از لحاظ جرمای جنایی هنوزم افزایش یافته، نمیشه که گفت که تغییر آمد. اما نسبت به گذشته والی کنونی در تلاش ازی است که کارهای مثبتی انجام بده تا بتونه یک بک‌گراند خوب از خود به جای بانه. در کنار جرایم جنایی در ولایت کندز، دقیقاً چند ولسوالی ولایت کندز ناامن است و گروه‌های اراضی افکن چقدر در ولایت کندز در ولسوالی‌های ولایت کندز فعلا فعالیت دارد؟ جغرافیای کندز اگر ما تقسیم بندی بکنیم حدود 70% تانوز ناامن است و در گرو مخالفین مسلح قرار داره. آنچه که ما تحقیقات داریم و معلومات داریم و بلدیت داریم با جغرافیش، حدودا 3 ولسوالی که در سقوط دوم کندز رئیس جمهور او را ایجاد کردند که از جمله گلتیپا، اقتاش و کلبات است، عموما یا کاملا پیش مخالفین مسلح است. و دیگه ولسوالی هم که است که تقریبا حدودا هم تعمیر ولسوالی با جمعی از قماندانی ها در دست نیروهای امنیتی ماست و باقی اطراف و نواحی و قریه و قصابات دیگه به دست مخالفین است که هیچ مردم از این وضعیت ناخوشایند است، خوش ندارند و ممکن که هر دقیقه در تهدید قرار داریم، ما ممکن هر دقیقه وضعیت امنیتی قندوز بدتر شد. دخرا بسیار کوتاه اگر اشاره بکنین، خواست شما از حکومت مرکزی در قسمت بهبودی وضعیت امنیتی در ولایت قندوز چی است؟ خب دو خواست دارم که یکم تامین عدالت اجتماعی است که به شکل درست توازن مراد بکنن، افراد اشخاص شایسته استخدام بکنن، و یک چیز دیگه که بسیار مهم است که ما همیشه روی نیروهای امنیتی کسایی که در مدیریت قرار دارن انتقاد داریم و انتقاد ما معالی ما است که میشه که در تشکیلات نیروهای امنیتی ما افزایش پیدا بکنه، چون در هر پست 30 نفر هستن و 30 نفر نمیتونه که از اونجا دفاع بکنن. روز همین هفته قبل چک پوینت که در چهارشنبه تپه بغلان رای مواصلاتی قندوز بغلان وجود داشت که چک پوینت مخالفین مسلح داشتن، بین دو پست بود که تقریبا هر پست 200 متری قرار داشت، ولی ما میگم که ممکن در هر دو پست 3 نفر بدن، اینا مجبور بدن که به خود خاموشی اختیار کنن و دفاع نکنن، چون 3 نفر به 3 نفر نمیشه که یک جای آباد. تشکر آقای محمد عوض حسن ناصری، فعال مدنی از ولایت کندز، از حضورتون به برنامه. ممنون. با نام یاد خدا، درود و وقت شما بخیر. به ادامه برنامه آغاز روز خوش آمدید. من سمیع الله نوری هستم. دور نهم گفتگوهای صلح میان نمایندگان طالبان و آمریکا در قطر در حال نهایی شدن است. منابعی که به آریا نیوز میگویند در این دور روی دو شرط اصلی، یعنی یکی این که خواست طالبان بر خروج زندانیشان از زندان حکومت است و دیگر اینکه بیرون شدن اعضای این گروه از فهرست سیاه. آیا این خواست طالبان در مذاکرات در گفتگوها برآورده خواهد شد و اینکه حکومت افغانستان بدون هیچ گونه قید و شرطی این زندانیان را رها نخواهد کرد؟ در این باره بحث میکنیم بیشتر با جناب باقی سمندر، فعال مدنی. بسیار زیاد خوش آمدید اینکه دعوت ما را پذیرفتید. بسیار زیاد تشکر. سلام. به عنوان پرسش نخست، دور نهم گفتگوهای صلح در مقطع اساسی قرار دارد و احتمال دارد که به زودی جناها هم به توافق برسند و گفته می شود که روی چندین موارد هم اینا به توافق رسیدند. این دور را چگونه شما ارزیابی می کنید؟ سلام به شما، سلام به همکارای شما، سلام به مردم افغانستان. شما از سرعت می خواهید ببینید که این برنامه هنوز در پشت پرده است، دور نهم در پشت پرده است و مردم افغانستان نمی فهمند. قماندانش میگه که ما توافق کردیم که اردو را منحل میکنیم، باز میگه منحل نمیکنیم. قماندان طالب یا رئیس سخنگویانشان میگه، باز دو قماندانش به رویترز میگه که دیگه حکومت افغانستان کمک اقتصادی نمیشه. باز زلمه خلیلزاد میگه ما کمک اقتصادی میکنیم، امریکا میگه کمک اقتصادی میکنیم، یا میگه ما قوای خود از افغانستان میگه امریکا خارج کنه، او آقای ترامپ میگه 8600 نفر نگاه میکنیم، یا یک چیز میگن
و پمپ یک چیز گمی وزیر دفاع یک چیز میگه وزیر از دوشه به این خاطر سر و پای گفتارهای زیاد در تناقض است و در تضاد است با هم دیگر و چون در پشت پرده است در این صحبت ها مردم افغانستان وجود نداره که بخوام از چی گپ است و به نظر این جانب نه طالبان میتونه سخنگوی مردم افغانستان باشه نه امریکایی ها میتونه باشه جای مردم در این بحث ها خالی است یک طرف هم که دولت افغانستان است در اینجا حضور نداره در نو جلسه ما فهمیده نمیتونیم اداره صبح یک چیز میگن شب یک چیز گه شب یک چیز صبح به جلسه نهایی شده و فکر میکنم که جلسه از باز ادامه پیدا خواهد کرد برای اینکه چاره نظریش بسیار زیاد است و طالبا نشان دادن در بیرون از او که اوجه گپ صلح میزنن اینجا آدم میکشن جنایت میکنن قتل میکنن اوجه گپ از آزادی میزنن اینجا میگن زنان ناقص العقل هستن زنان ناقص الدین هستن وقتی ناقص الدین بگن خوب متوجه باشین مردم افغانستان که 99% مسلمان است به دین اسلام باور داره اگه این ناقص دین است پس دین اسلام ناقص است متوجه باشین خوب یک باریکی است که او آغاز داده سرش فکر کرده این دین ناقص است حالا که در حج الوداع پیغمبر میگه که از پیش خدا برش پیام میگه که دین شما امروز کامل شد اگر دین کامل شده پس دین یک زن و یک مرد دیگه ناقص نیست متوجه هستین یکی میگه زن ناقص العقل است 4 میلیارد انسان در روی کره زمین حداقل زنا هستند چون نفوس جامعه در کره زمین از 8 میلیارد تجاوز میکنه 4 میلیارد زن ناقص العقل است این طالبه که در پاکستان تربیت شده یا امریکایی‌ها برش نان میتن یا اسلو ناروی برش نان میتن و یا تربیت که به جان ما اینا عقلشان کامل است به این خاطر بسیار تناقض است در این نو دور صحبت و دور پسانتر صحبت که شبه که در اسلو بخواه باشه و 15 عضو از طرف دولت بجا میخواه برای گبزنه این پر از تناقض های ایجاد است امیدوار هستم که همین تناقض ها و تضاد دیدگاه ها بین البته مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی که قبلا چند روز پیش وزیر خارجه آمریکا گفت که ما در پی هستیم که باید نیروهای ما زودتر از افغانستان خارج شود و دیروز هم دانفورد رئیس مشترک ستاد ارتش نیروهای آمریکایی اظهار داشت که نیروهای ما اکنون از افغانستان خارج نمیشن و دینا شوا هم ترامپ خودش مطرح کرد که نیروهای ما در افغانستان میباشه حضور مییابه و خواست طالبان در مذاکرات بیشتر تاکیدشان به این است که باید نیروهایشان از افغانستان خارج نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شود حتی به این اظهارات هم گفتن که حتی یک کس از نیروهای خارجی یعنی آمریکایی در افغانستان باشد ما مذاکره نمیکنیم و به توافق نمیرسیم چقدر میتونند این تضادها و تناقضها گفتگوها و روند صلح افغانستان را خدشه‌دار بسازد خدشه‌دار شده در افغانستان 40 سال از جنگ است جنگ های نیابتی است هر یکی به نیابت کسی که جنگ میکنه منتها بسیار ماهرانه یکیش میگه اسلام در خطر است یکیش میگه جهاد در خطر است که به جنگ پایان بده خاص امریکا پایان جنگ او وقت امکان پذیر است که مردم افغانستان کلا جوانان مثل شما در یک جبهه نه متحد بر استقلال و آزادی افغانستان خوبتر و بهتر متشکل شد زمانی که جبهه استقلال و آزادی افغانستان در سطح و در عمق در جامعه گزارش پیدا کنه و دولت افغانستان در جلسه حضور داشته باشه او وقت آدم میتونه بگه که گپ سر آتش بس بیه و زمانی که یک روز آتش بس شوه در واقع یک روز آدم کشته نمیشه یک روز اگر دو روز دو روز کشته نمیشه در روز شما در روز کشته نمیشه اما اینا باور با شما چون در پشت سر طالبا شما میبینین گروه های دیگه افتاد از پاکستان دولت پاکستان گرفته تا انگلستان تا روسا تا چینایا و تا دولت جمهوری اسلامی ایران و تا قطر او طرف هم امریکایی هستن و متحدینشان در بین متحدینشان بین خودشان و انگلیس ها تناقض و تضاد وجود داره و این تضاد تضاد منافع است هر کس بر منافع خود می جنگه طالب به خاطر منافع خود و بادارایش و شرکت شد امریکایی ها به خاطر منافع کوتاه‌مدت و درازمدت خود می جنگن اونا اینجا نابدن که به خاطر ما و شما یک کار کنند در پشت سر افغانستان همین الان میبینید که زلمه خلیلزاد و تیمش افغانستان که خنجر میزنه اینجا صحبت از انتخابات است ولا دولت موقت گپ میزنه ببینید که انتخابات باید نشه مردم حق انتخاب نداشته باشه زمانی که حق مسلم دموکراتیک مردم از پیشش میگیرن میگه تو حق انتخابات نداری
و به دول از او یک طرفش اتمر چرا نمیخوان که انتخابات برگزار شه اونا؟ نفهمیدم چرا نمیخوان که انتخابات برگزار شه؟ اگر انتخابات برگزار شه حداقل انسان ها مثلا یا گویی پیدا میگیره در بین 5 6 کاندید یا 10 یا 15 نامزد بو یک کدامش بهتر است بر کدامش رای بده. یک گام تصمیم گرفتن بر حق تعیین سرنوشت خودش یک گام است، یک گام نهایی نیست، ولی این می گام است پیش میره، میگه تو حق نداری سرنوشت تعیین کنی، بگذار سرنوشت در اسلو تعیین شود، در واشنگتن تعیین شود، در پیکن یا در مسکو. حالا اونا میگن که عدم شفافیت برگزار انتخابات که ما تجربه هم داشتیم به انتخابات پارلمانی و ایرا اونا مطرح میکنن و دلیل هم این میگن که اینا نمیتونن کمیسیون برگزار کنند انتخابات. انتخابات افغانستان نمیتونه کاملا شفاف باشه. انتخابات آمریکا هم شفاف نبود، انتخابات در آلمان هم شفاف نبود، در همه جا تقلب وجود داره، همین تقلب نسبی است. اصل انتخابات است، در انتخابات ما باید تصمیم بگیرم که برای کی رابطه و شما تنی برای کی رابطه. حق ما و شما را نباید اونا تعیین کنن، اونا نباید بگن که شما حق را انتخاب کنین، ما براتون میگیم که به جای ملا هیبت الله ملا ترامپت هم میاریم، متوجه هستید؟ و اونا شب روز اینجا بیاین برقصن برای ما تعیین کنند سرنوشت ما را. اینه حق ساده حقوق بشری و انسانی را از ما یا نقص میکنند و ظلمه خلیزاد بدار کلانترین ناقص در پشت خنجر میزنند. آقای باقی را فراموش نکنیم که مردم افغانستان از همه بیشتر به صلح نیاز دارند و هر چی گامی که به خاطر تامین صلح در افغانستان به خاطر افغانستان برداشته می شود حمایت میکنه. آیا به نظر شما اولویت انتخابات نسبت به صلح بیشتر است؟ ببین صلح و انتخابات جزء یک کل هستند، جزء یک کل. از حکومت افغانستان قانونا وقتش گذشته، یعنی دعوی جوازا بعد حکومت میره پشت کار خود. آله 40 روز دیگه به انتخابات تا آخر سپتامبر مانده، یعنی تا هفته میزان مانده. دی 40 روز این دولت موجود جمع حکومت یعنی قوه اجرایه توانایی از این نداره که بتونه یک پاراگراف سر صلح در جماعت تامین کنه، امکان پذیر نیست و اونا هم این خلا را میخوان. هلاله وقتی وای خلا را میخوان دولت خودش از مای جوزا به طرف جنجال است و حکومت که اشرف غنی اینا در جنجال است، چطور امکان پذیر است که اینا بشنن سر ما و خودت و سرش ست سال ما فکر کنن؟ به این خاطر بگذاریم برای اینکه سال دائمی در مملکت بیه، سال دائمی بیه، امنیت سراسری بیه، آزادی و برابری و عدالت اجتماعی بیه، انتخابات صورت بگیره. وقتی انتخابات صورت گرفت دولت رسمی و قانونی میه، این دولت رسمی و قانونی به نمایندگی شما و نمایندگی ما به نمایندگی خاطبه ایشان حاضر نیستن که بعد از اینکه انتخابات برگزار میشد و حکومتی که به میان میاد با اونا نمیخواین که مذاکره کنند و حال اونا خواست چون اینمی بوده چندین باری را تکرار هم کردن. طالبا بارها میگن که ما انتخابات و هر پروسه دموکراتیک مختل میکنیم. طالبا دشمن دموکراسی هستند، دشمن آزادی هستند، دشمن برابری هستند، دشمن حقوق بشر هستند، دشمن زن هستند و دشمن عدالت اجتماعی هستند. در مانیفست برنامه از اینا ببین، از روز طالبا از کویته ایسا رایی کردن، یعنی خواستشان با عملشان متفاوت هستند 100%. اونا از خود اختیار ندارن. شما ببین اونا پاکستانی ها همیشه جلسه میره بدون فشار امریکایی ها که سر پاکستانی ها یا جلسه حاضر نمیشدن مگر امی یک ازاد زندانه بود به زور امریکا خلاص شد. حالا گپ زندان شما مطرح کردن، حالا خواست طالبا این است که زندانیاشان از بند حکومت افغانستان رها شود و اینکه این زندانیا متهم به ترور و صدها نقشه کشی های حملات انتحاری در افغانستان بودند، رهایی این زندانیان چه نگرانی را در پی خواهد داشت؟ در آیا حکومت افغانستان قبول خواهد کرد؟ امی آقای اشرف غنی و تیمش و امی قسم حامد کرزای و گروپش تعداد زندانیان را خلاص کردن. به یاد شما باشه یک گروپ رفت از شهر بگرام زندانیان را خلاص کرد و 922 زندانی را دوران 4 ماه آخر خلاص شده. این کلش نشان میده که اینا برشان خلاص میکنن و لواشی میکنن میرن پس انفجار میتن عروسی مردم. مثلا عروسی در سالون دبی سرک دارلمان در رستوران برنامه دبی خط به مردم
نماز مردمه، جنازه مردمه، شفاخانه مردمه، بچه مردمه، اولاد مردمه میکشه. آل او زندانی که از زندان خلاص میشه، به جایی که بره بویه ما سلام میخوایم با مردم، با پدر و سلام کنه، پس که برخ بسته میکنه، می آدم میکشه. پس چقدر بهتر است که او در زندان چی شوه؟ تنبیه شوه و تجی تربیت شوه. تربیت شوه برای اینکه تو که در جامعه میبری از آدم کشی درست بردار. بیا پای گپ. هر مشکلی که تو داری او را با گپ حل کو. همین قسم که کلانشان میگه که زن ناقص دین است، پس اگر ناقص دینش ناقص است، پس دین اسلام ناقص است در افغانستان. ولی زمانی که او به خود حق میده و چهار تا دکاندار سیاسی و اظهارگر دین در بالاششتن کارشان شریک هستن، میدونن به دولشان تا به مسکو. مقصر این کسایی که مثلا از زندان اینا رها شدن و رفتن بعد با انجام حملات تروریستی و حملات انتحاری کی بودن میتونن؟ ضعف رهبری افغانستان. خوشباوری به طالبا، یکش مخالف سیاسیش میگه، یکش میگه برادر ناراضیم است. و حالا میگن که بدون کدام قید و شرط اینا رها نمیکنن. آیا میخواین که اینا ضعفشان اگر با گپ قید و شرط برسن، نه این بتونه مثبت باشه. یک زندانی خلاص میشه تار نمونه، این میره میگه که من تا 6 ماه تا 7 ماه 8 ماه در خانه هستم، نظر بند هستم، با کسی برای جنگ گپ نمیزنم. دو تاش این کار اگر بدن عملی کنه، ولی اینا خلاص میشن و تاکید ریاست جمهوری هم بریم همین هست. خب ببین کم کم یک چند روز از عمر سیاسی اشرف غنی مانده در دولت و چند روز از عمر عمومیش که ما وزو هم سال اگر باشیم عمر ما از دیگاه طبیعی به پایان میرسه، کم کم در سری از او یه هوشیاری پیدا میشه که از قید و شرط صحبت کنه. و اگه قید و شرط در اولی را میگذاشتن وضعیت بی صورت نمیبود. بازم هر وقت شما دم نخصه بگیرین فایده است. هر زمانی که شما دست یک آدم از جنایت دور کنین یک انسان کمتر کشته میشه، چون قتل نفس یک انسان قتل نفس بشر است و طالبا بشریت میکشند. طالبا تروریست هستند و افغانستان پایگاه تروریست است. تروریست از چچن، تروریست از ازبکستان، تروریست از سودان، از مصر، از عراق، از لیبی، از تمام کشورها اینجا آمدن. شما برین در وردوچ کدام تروریست هستن؟ شما برین در راه کدام تروریست هستن؟ شما برین در جلال‌آباد کدام تروریست هستن؟ شما برین در اطراف میدان مردک کدام تروریست هستن؟ شما برین در لوگر کدام؟ کلی رهبری تروریست ها دست جنرال های پاکستانی است. از همین خاطر امریکا میخواد که با اینا صلح کنن و با گفتگوها بشینن و مذاکره کنن. امریکایا از همین خاطر که شما به خاطر امریکایا به دموکراسی خیانت میکنن، به حقوق بشر خیانت میکنن. میخواین اون را در صلح اون را میگن برای غرض دیگه، برو اونا رو بکش. به تو برش میگنی میگه سرمنافع ما در امریکا غرض نگی، اما برو این آقای خبرنگار جوان رو بکش، برو دخترو بکش، بگو ناقص الدین است. این امریکایا میگه، این ترامپ و مجبور شده میگه منافع ما رو غرض نگی، هر چه جناب میگه برو بکش، هر چه قادم که بود کلمه غرض نگی. و خواست امریکا ادامه جنگ در افغانستان است به نظر شما؟ خواست کلی شرکت های تولید اصل همی است. شما ببینید امریکا از یه بگه ما اصلی خواهی بیرون میکشیم، نیروی خواهی بیرون میکشیم، همزمان 5000 جنگنده خود در سعودی روان کردن. این همیاله که ما گپ بزنیم در تنگه هرمز غال مغال است که نفتکش های ایرانی را چطور بگرن و دولت ایران از انگلیس ها و امریکا را چطور. جنگ در افغانستان و در دنیا در قرن 21 است. دنیا وارد جنگ چهارم جهانی شده. جنگ اول دومش در اروپا بود، جنگ سومش مثلا در داخل جنگ سرد بود، جنگ چهارمش این است. در جنگ چهارم اگر شما تصمیم بگیرم برای خبرنگار و بدون یک شهروند افغانستان آزاد باشیم، باید خود سانسور نکنیم، حقیقت بر مردم بگیم. اگر قرار است اینمی تلویزیون باشه، این تلویزیون میتونه وقت باشه که طالب قبول کنه آزادی گفتار بیانه. طالب دشمن آزادی گفتار بیانه. طالب بگه فقط یک گفتار وجود داره، شریعت جگه از خودش، کس دیگه وجود نداره. امیال هم ببینید وقتی یک شد بندی خانه خلاص شد ملابیدرش استانگزایش خور مغال کرد، در یک جلسه استانگزایش رهبری داره، در یک جلسه برادر داره و بین خود جنجال دارن. قماندانانش در سطح منطقه بین خود داره، او یک چیز میگه یک گپ دیگه میزنه، چون یک لشکر بی سر و پای مثل سبد ملخ است.
انتقادش جاسوسای کل کشورها کار میکنه و فراموش نکنید که سازمانهای جاسوسی منطقه در افغانستان آرامش جوان کشور نمیخواه. نمیخواه یک جوان مثل شما دی سرزمین صاحب سرنوشت خود شوه. نمیخواه برنامه شما تاست زرا و مردا رهبری شوه. این نمیخواه. با مردم با دروغ نگوییم. پس چی نگرانی وجود داره که پس از توافق طالبان اگر طالبا با امریکا توافق کنن و با مذاکره با افغانستان بشینن و موارد که آتش بس و بعضی موارد دیگه است با هم به توافق برسن، چی تضمین وجود دارد که بعد از اینکه طالبان بیان و امور رژیم قبلی که ما تجربه داریم از او که او را تکرار نکنند؟ امریکا در سابقه میگفتند که ما درگز خود شیرنی میتیم، درگز خودم سوتا داره میزنیم. بله. حال فهمیدن که طالبا شیرنی زیاد خوشتر دارن، یک چیز بیخورن برای دو پیازه. دیگه دو پیازه برشون میگه تو دو پیازه بخو، خیرات است، بخو، ایسی هم به اصله داری سرد است. کدامش قبول داری؟ این سیستم امریکایی است، سیستم ترامپ است و همین قسم سیستم اوباما بود. اونجا منافع یک سیستم در میان است، یک فرد نیست. یک فرد یک سیستم به بالا آورده، یک نظام آورده. و این نظام در این سرزمین ضعیف و ناتوان و بیچاره است در افغانستان. از این حال اینجا هر کس هر شما چیز میگه. طالبا یک دست نیستن، شما فریب نخورین. طالب انگلیسی داریم، طالب جرمنی داریم، طالب امریکایی داریم، طالب فرانسوی داریم، طالب ایرانی و سعودی و پاکستانی داریم. یا یک جمعی از موجود مرکب است. با این همه نگرانی ها و چالش ها، آیا مردم افغانستان شاهدی خواهد بودن که در افغانستان صلح تامین خواهد شد و بالاخره مردم افغانستان که تشنه صلح هستند طعم صلح را خواهند چشید؟ من یقین کامل دارم که مردم افغانستان از صلح لذت میبرن و صلح میخوان. این میان که ما شما گپ بزنیم، در این کابل یک صلح نسبی وجود داره، در این خانه یک صلح نسبی وجود داره. در بیخ گوش ما تفنگ امریکا یا طالب نیست. ما گپ بزنم این میگه که ما با صحبت کردیم، این صلح نسبی باید گسترش پیدا کنه، فراگیرش افغانستان شمول شوه و زمانی که یک نظم و یک سیستم به وجود بیاد چقدر تحقق پذیر است؟ چگونه باید چیز در کوتاه مدت یک آرزو است، در دراز مدت یک واقعیت است باید به وجود بیاید. برازی شما تلاش کردین، بانون جوان رفتین مکتب خواندین، درس خواندین، فکولته خواندین، آره کار میکرد، شما ثابت کردین که برای پیش رفتن تا اینجا آمدین. این شما را آدم دیده نیارده، دیسانت نکرده، بساس تلاش دان آمدین. اگر طالبان مسلمان باشن، رهبریشون اسلام داشتن، میفهمید اسلام چی بگه؟ مسلمان ها با هم برادر هستن، باید تون صلح کنین. اگه یا بین هم صلح میکردن خب مسلمان بودن. پس میفهمی که اینا نه به دین اسلام باور دارن، نه به عیسویت، نه به یهودیت، نه به بودا، نه به کنفوسیوس، به هیچ یک دینای عبری فلسطینی داره کتاب آسمانی و زمینی را باور دارن، یا به یک چیز باور دارن، سرمایه، منفعت، منافع خودشان و بادارایشان. اینا برای منافع بادارای خود می جنگن و منافع بادارایشان یارو میگه برو پر فیش برو پس ولیسا بگرش بکشش ببندش. و این شعور مردم افغانستان دیگه نیست. من گفتم عین میاله که با شما گپ بزنم، در سر سر افغانستان تعداد از جوانان بودن جبهه استقلال واضحی را ساختن در عمل، در زمین و در سطح رسانه‌های به اصطلاح اجتماعی برش کار میکنن. میلیون کاربر داره رسانه اجتماعی. طالبا چی میکنن؟ برای اینکه صدای مردم خاموش کنن، میگن که هیچ یکی از آنتن‌های تلویزیونی باید فعال نباشه. شبکی بیشتر از 500 رسانه را تاورا یا مثلا برجا یا پایه های از اون را قطع کردن. سلام میخواین قطع کنن، در مزار قطع کردن. اینا دشمن عزیز هستند که شما گپ بزنین در روز و در شب گپ بزنین. امیال من ما آرامش گورستان میخوایم و این آرزو را که خود به گورستان ببرن، این آرزو را در گورستان ببرن که اونجا بن لادن خویده، گورستانی که اونجا ملا مادار خویده، در گورستانی که رهبرای از اینا اساسی دارین کسایی که سازماندهی کرده خوابیده. و این طالبان نشان میتن یک بحران بسیار عمیق در درون اخوان مسلمین، القایده و جیش از اونا و روابط از اینا وجود داره. این نشان میده که اونا به شدت در بحران هستن. این که در آینده دور و نزدیک در بین شمال و جنوب، یعنی کشورهای سنتی، خصوصا افت کشور سنتی و کشورهای پیرومینی چی خواهد شد؟
این تعیین کننده ما هستیم. می خواهیم همیشه در فقر زندگی کنیم، در جنگ زندگی کنیم، در بدبختی زندگی کنیم، در گرسنگی زندگی کنیم، یا می خواهیم از بدبختی و فقر رو برایم. ما طرف هستیم که ثروت جهانی تقسیم شود، نه فقر. فقر تقسیم کنی زیاد گرسنه بوده. هر روز در روی سرک افغانستان گرسنه و فقیر است. زن و مرد طفل خورده با گدایی میکنه. مگه ثروتی که سطح بجایی نیست. این ثروت عادلانه تقسیم شود. که هیچ فقیر گرسنه دنیا نباشه. هیچ جنگ نباشه. جنگ به دنیا نی. صلح بر دنیا میخواییم. امنیت بر دنیا میخواییم. آزادی بر دنیا میخواییم. حقوق بشر بر بشریت میخواییم. بر 8 میلیارد انسان. نه بر یک انسان، بر 8 میلیارد. و ما جزء جامعه بشری هستیم. یه حق مسلم ماست که در کوهای افغانستان بیرق سرخ سبز افغانستان بلند باشه، نه بیرق طالبا، نه بیرق داعش. زنده باد افغانستان متحد، آباد، آزاد و زنده باد جوانه مثل شما. بسیار زیاد تشکر. دوباره خوش آمدید. گفتگوهای صلح دوها، گفتگوهایی که سرنوشت کشور را تعیین خواهد کرد. گفته می شود طرف ها در آخرین نشستشان روی موارد هم به توافق رسیدن و قرار است خلیزاد جهت شریک ساختن جزئیات این گفتگوها با حکومت افغانستان به کابل بیاید. ابقای نظام جمهوریت موردی است که حکومت روی آن تاکید دارد و آماده گفتگوی قوی برای پشتیبانی از این نظام با طالبانند. آیا مواردی که با طالبان امریکا به توافق رسیده را حکومت افغانستان قبول خواهد کرد؟ آیا این خواست حکومت افغانستان مبنی بر ابقای نظام جمهوریت از سوی طالبان پذیرفته خواهد شد؟ آیا واقعا مردم افغانستان با این همه قربانی ها مزه صلح را خواهند چشید؟ بیشتر بحث میکنید با محمد داوود اساس، عضو پیشین مجلس سنا. بسیار زیاد خوش آمدید که دعوت ما را پذیرفتید. بسیار تشکر. به عنوان سوال نخست، حالا قرار است طالبان با امریکا به توافق برسند و به گفته بعضی منابع قرار است توافقنامه صلح هم در چند روز آینده به امضا میرسد. چی تضمین وجود دارد که با توافق رسیدن طالبان با امریکا بالاخره صلح پایدار خواهد آمد به نظر شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګوره صلح نمسته، خود صلح نشانی نسته. موږ وګورو توافقنامه د صلح لپاره په امضا کېدو کې د امضا سوې ده، خو دلته د انسانانو وینې تویږي. دلته انسانان هره ورځ جنګ ده، جګړه ده. که د سولې دپاره کار وای نو چې توافقنامه هم امضا سوې ده، نو بیا جګړه ولې ده؟ بیا ولې وژل کوئ؟ بیا ولې وینې تویوي؟ نو زه فکر کوم چې دا سوله ډېر غټې تامونه لري. د دې سوله د افغانستان خلکو ته تر دا اوسه معلومه نه ده چې هایا دا سوله ده که بدبختي ده. د سولې یوازې نوم د سولې معلومېږي، د بدبختۍ یې ډېرې اشارې معلومېږي. زه وایم که طالب سوله کوي راځي دا وژنه پرېږدي نور، نو بیا دغه چې اوس توافقنامه اجرا سوې ده، دوی به بالا جګړه بس کړې وای، دوی به د دې دپاره کار کړی وای چې د خلکو زړونه یې په لاس کې اخیستي وای. پاتې شه د جمهوریت مسله، د امارات مسله ته چې که موږ راسو، ګورئ دا ټوله اساسي قانون کې شته. دا حکومت نه ده د ډاکټر صاحب اشرف غني او عبدالله ته، نه د طالب دا ملک، نه د دوی ده، نه د هغو ده. دا ملک دلته خپل وارثین لري، خلک لري. دغه اساسي قانون چې جوړ سوی دی د افغانستان د خلکو د خوا څخه جوړ سوی ده. خو دا که د افغانستان خلکو امارات خوښ ولو، خواه قانون اساسي کې تغییرات د پر اوړي لوی جرګه پر وغول امارات پی کوړه که جمهوریت خوښو د خلکو، خو دا ملک د خلکو ده. دا ملک خود دی نه ده. خو که د خلکو هر شی خوښ راسي د خلکو باندې په فیصله وکړو، دی به موږ نه کوو چې توپک مې په لاس کې ده، هم دې وژنم هم صلاحیت زما سره ده. نو زه فکر کوم چې موږ اسانې لاره لرو. آیا مردم افغانستان از همه چیز بیشتر صلح میخواهند و قربانی های بیشتری هم دادن با نظام امارات که هم حکومت میخواهد که باید نظام با نظام جمهوریت با پشتیبانی قوی از نظام جمهوریت برند با طالبان مذاکره کنند و با ابقای این نظام برند با اونا مذاکره داشته باشند و خواست طالبان این است که چندی پیش اونا گفتند که ما امارات اسلامی میخواهیم و این بین این دو خواست کدامش بالاخره کامیاب خواهد شد و کدامش میپذیرند به عنوان این که صلح پایدار در افغانستان بیاید؟ گوری افغانستان خلق دست صلح غالی چی پاقی که در افغانستان ملی گرد خوندی به هر وقت گوری در افغانستان خلق و
د پردوی په مقابل کې پاتسنونو کړی دی هغه د دې خاورې د عزت په خاطر باندې چې په دې خاوره کې د عزت مې نه وي او دا خاوره مې پر نورو باندې خرڅېږي او د دې خاورې سرنوشت مې د نورو په لاس کې هغسې سوله د افغانستان خلک نه غواړي زه هم عمارت نور د افغانستان خلکو ته منلو وړ نه ده اصلا چې موږ ووایو چې د عمارت په نامه باندې اوس موږ خلکو ته کینات ورکړو خلک کینات نه کوي خلک له دې نامه نه خسته شوي دي زه فکر کوم ما درته وویل چې ښه اسانه لاره موږ ته دا ده که طالب غواړي د زور د لارې په ما تعمیلوي وایا دی واژنم یا د امارات منم دا خو نشي پراته مولا ولای هاو کدی غواړي چې ماته کنایت راکی را دې سي لوی جرګه برا وغواړو کده د لوی جرګې فیصله وکړه په نظر شما یو گفتگوهای کې جریان داره وي تلاش هایی که نو دور تلاش خیلی زاد به خاطر گفتگوها با طالبان اینا به صورت نمایشی است به نظر شما فکر میکنیم که اگر ما شما ببینیم میشه نو دور مذاکرات که بود اصلا ادب چیز دیگه بود اگر واقعا چی هدفی ما با مجمعیم اگر ادب صلح افغانستان می بود اینمی کشتار روز اول بند میشد دا وقتی که کسی دو نفر به صلح میشد همی اول چطر چی بود بند است میگه تمو وقت باشد فکر میکنیم که هیچ موضوعاتی هستن که تعلق به افغانستان و اونا میگن موردی که مثلا اوربند یا آتش بس میباشه در گفتگوهای میان افغانی مطرح میشه و شاید هم به توافق برسند روی امی آتش بس و بعضی مسائلی که دیگه در گفته میشه در گفتگوهای میان افغانی صورت ما فکر میکنیم که شرط از اصول اول اوربند هستن ما شما بین توافق امضا شد کپ خلا شد الان امروز یه میشه تو ببینیشه از 40-50 نفر مردم افغانستان به شهادت میرسه چی گپ هستن توافقنامه امضا شد هیچ باز گپ هستن که ما کتی امریکا یا توافقنامه چی میکنیم توافق کتی امریکا میکنیم فکر میکنیم که بیایم مردم افغانستان میکشیم که تو امریکا توافق میکنیم یه خود نه اسلام هست نه افغانیت هست نه اسلامیت هست این کدام کتاب آمده ما نمیپم که امریکا توافقنامه امضا بکنیم خب بچی افغان هم میکشیم یک بچی مسلمان هم میکشیم این می حالت است پس فکر میکنیم که می چند روز مردم بسیار به گناه به شهادت رسید این می پسر چی میکشی کتی خلیزات مشکل نداره کتی امریکای مشکل نداره آیا مشکلت کتی ما است کتی ما چی مشکل داره هست تو کتی خوبتر مسلمان هستیم هست تو کتی خوبتر وطن دوست هستیم هست تو کتی این می خاک از خود میبینیم شه تو چرا بر ما با کدام کتاب مرا میکشی کدام کتاب خسایسته تا امروز که هر چیزی بود امروز که توافق نما کده اینو کتی امریکای تا امضا کده ما فکر میکنه که جنگ افغانستان طالب هم یا غالی کسی بود علی هم لاس پیکر کسی هستن چیزی که برشان میگه باید اموتو شوه طالب 18 ساله که در افغانستان جنگید نه امکاناتشان از خود بود نه صلاحیتشان از خود بود نه کماندیشان از خود بود اگه می بود اینو می تو یک غلط من نمی بود یک افغان دیگه افغان که میکشه با کدام رقم خود تو خود علیم میگه خود من خود میگه که تو اوتو تو خود علم میگی یک مرگ یک آدمی که روا میشه با کسیم با کدام کدام با منتد که در جای تو پیدا کردی تو در موجه کلیش بزنی میگه مرگشان رواست تو او ملاسب او طالب این کتاب تو از کجا کردی این کتاب خود ما در اسلام خود این کتاب نیست که تو در که بیری مردم بکشی میگه نمی مرگ ازی رواست فکر میکنیم اگه واقعیت هم مردم افغانستان از طالب خسته شده یک واقعیت است با زور هر کسی که راضی کده با زور از جنگ خسته شده ما میگم از طالب خسته شده فهمیده که طالب ظلم میکنه طالب اینمی حالته که آورده فکر میکنه که از دولت هم خسته از خواست طالب زیادترشن علی که اگر پنج نفر هم پشتیبانی طالب میکنه از ترس پشتیبانیش میکنه اگر ترس نمیکنه اعمال طالب هیچ کسی تایید نمیکنه دین میرکم اینمی اعمالی که طالب میبره فکر میکنم اگر سبب به دین می شرایط اگر یا میگه که ما 80% 70% خاک در دست افغانستان داره اگر بیا به انتخابات با یک شورای ولسوالیم خود بردن نمیتونه به اینمی اعمال به اینمی کرداری که یا میکنه اگر کردار باید تغییر بده دین می روزای صلح هستن اینو باید اگر حکومت نمیخواست باید میگفت که ما از طرف مسئول هستم ما که بندی دارم اینمی رو برطانیا میکنیم ما اعمال خود تغییر میده تغییر وجود دارد که اونو اعمال خودشان تغییر میده اعمال فکر میکنیم که اعمالشان تغییر نمیده طالب ما شما ببینیم که اینمی هر کار کسی که پسی گفته که هم نتیجه نخواد داد فکر میکنیم که ما بخیر ما به فکر ما خدا متو نکنه ما به یک بوران میبره پس ما به سول بن سیوان میبره ما شما دیدیم میشرات ببینیم اینمی سوله با خیر از فکر میکنه که با افغانستان نیست به خاطر از این هم نشانه صلح هیچ نمیبینیم هر روز کشتار است کشتار است این می نفرت ده بین نشانه مده علی ما شما ببینیم یا میگه که خارجه باید بره طالب خارجه بره تو هم بجه حکومت کرده میتادی در بین ما تو 18 سال مشکل بود در بین تو دیگه کسایی تقریبا 20 سال 25 سال مشکل بود این مشکلش کی حل کنه بیا یک رار برشان دار بر مشکل حل
یا تو میگه که ما به زور این مشکل حل کنیم. به زور این مشکل انگلیس حل نکرد. به زور این مشکل روسا حل نکرد. به زور این مشکل امریکای ما حل نکرد. خب طالب تم نمیتانی که این میره حل کنیم. پس ما باید یا افغانستان تجزیه شوه که یک طرفش از طالب یک طرفش از مخالفین طالب. یا باید ما پس بریم با جنگای سمتی و گروهی و ازبی و به این میبریم. این می حالت ما فکر میکنیم هاگه ما بخوایم هاگه طالب صلح و حکم میخواد که باید امید بیادر کشید دیگر خلاش و در وطن باید ما یک قوت سیوم پیدا کنیم که همیج تضمین بکنه نی یک مملکت در نمی حالت نی طالب تضمین کرده میتده نی حکومت نمی رو تضمین کرده میتده روسی هم به عنوان کشور که زیادتر به نقش صلح افغانستان برازنده بازی کرده و همچنان تلاش های داشته به خاطر تامین صلح در افغانستان اینا آماده است که توافقنامه صلح میان امریکا و طالبا را تضمین کنند. آیا ضامن شدن روسیه بر تامین صلح پایدار چقدر پا بر جا است و برازنده بوده میتونه؟ 40 سال جنگ مملکتی که ما و شما خراب کرده از دست روسیه و امریکا از دست شرق و غرب است. چطور باز ما به سر او اعتماد داشته باشیم؟ اینمی جنگ یعنی تضادی که بین امریکا و روسیه خلق شده است. ادمی علی هم جنگ از اون مو هستن. جنگ از ما و طالب نیست. روسیه میخواد که ایران تضمین کنه این توافقنامه. ما طالب تضمین به هو هر کس مفادات خود تضمین میکنه. اگر وقت هم ما یار تضمین میکنه که اینمی جنگ شما دیدید که در مقابل شهر کابل جنگ به در بین خود ما و اینمی چرا روسیه و امریکا از دو وقت مداخله نکرد میگه باش که سر بکشه. اینمی علی ای تو هستن او مملکتایی که واکن اینمیجا دستشان در جنگ نبود اگر او تضمین کنه من میگم با کلان یک تضمین پیدا شوه روسیه هدف خود در افغانستان داره امریکا هدف خود داره اگر از این طرف این تضمین کنه امریکا جمع خود تضمین میکنه روسا خودشان تضمین روسا نمیخواد که امریکا در افغانستان باشه امریکا نمیخواد که روسا با اینمی حالت باشه اینمی جنگی که در افغانستان هست جنگ از او هست جنگ از ما نیست 18 سال جنگی که برای طالب حمایت میشد نی مهماتش خلاص میشد نی تجهیزاتش خلاص میشد نی پیسیش خلاص ای از کجا میکرد خواست نمی کشورا بود طالب سکتیمت ده چی بچی مرا میکشت یعنی طالبان مستقل نیستن اشکال نه یه واقعیت است که طالب مستقل و این ادعای طالبان که میگن که مستقل هستم دروغ است برای چی میجنگ طالب دروغ نیست چی است طالب برای چی میگه اگر اسلام حکومت اسلامی میخواه ما زی کده توش نیستیم اگر میخواه که خارج در افغانستان نباشه ما زی کده توش نیشان هستیم خو یا زمین را برشان مساعد میکنه اگر میخواه که امی خارجان نبود در افغانستان خو می جنگ جریان داشت امی 40 سال خواهیم جنگ از در این مملکت و حالا هم میخواین که خارجی ها یعنی امریکا نیروهایش در افغانستان حضور داشته باشه یا یک وقت است شما ببینیم به توافقنامه که شد سیایی باید همینجا باشه ارمیش بره حالا ما از دست سیایی تباه تباه استیم یا که تشان قبول کده امروز ما باید میگیم که خلیلزاد وجه شیریخ میخوره شیرچای میخوره هیچ ما را میکشه اینو می ما خود نمیپام میشه هر کی که مشکلش که امریکا از خونه حل کدی دیگه ما را چرا میکشه خب بیاین گپ بزنیم و روی امین مورد اینا چانازنی دارن که بیاین در افغانستان توافق کنن که دیگر جنگ نمیکنن و دیگر آتش بس خواهد کرد و بالاخره افغانستان بلانه توریست ها تبدیل نخواهد شد و این تضمین و مواردی است که در اونجا چانازنی دارن و زمانت هم و قرار است که روش توافق هم کنن ما اول از توریسم تعریف نداریم حال توریسم چی را میگه خودشان سر اینمی چی نام میمانه بعد از یزدوا میسم تنبر که سر امریکا سر افغانستان حمله کرد کی بود توریسم توریست خو اینمی بود خو سر اینمی نام ماند خو اینمی حکومت داشت امریکا آمد که اینمی را ما میکشیم یه توریست هستن این میره که از بین امروز باز مردمی صاحب و تاب شد ما علی میگیم اکانی علی چی هستن ما برشان چی خطاب کنیم وطن دوست مخالف حکومت مخالفت حکومت و سیاست خوی نمی تو نیسته که توپنگ بگی در دسی سنتر این پیجار کو در دیگر مرکز اجتماع کرد برو در مکتب این پیجار کو این خود وطن دوستی نمیگه این خود مخالف سیاسی نمیگه این عمل توریستی میگه این میگه کل کش که انجام کرده حالا سر یا چی نمیگه پس از همین خاطر که اینو عمل توریستی کردن و انفجار و انتحاری هایی که صدها شهروند افغان دیگه کشته شدن از خاطر اینمی امریکا و حکومت افغانستان هم به این بار است که اگر امریکا به این بار است که صلح در افغانستان تامین شود و همین جنگ به پایان برسه آمدن با طالبان مذاکره کردن دیروز ما شما ببین ما برات میگم که عمل توریستی ما اگه تعریف بکنیم اینمی علی اینمی نو شروع هستن عمل توریستی اگه طالبان دیروز از موترا دو نفر دریورای ریاست انکشاف دیات بود تا کده کشتشان اینمی عمل چی هست ما دریور ما چی کنیم در ملک دریوریم نکنیم خود توپنگ به دست ندارم دریور رئیس انکشاف دیات هستیم ما گناه کردیم
امین نان از کجا کنیم دوزی کنیم تو بیای ما را میکشی اینه میگه کلگیشه اگه ما واقعیت ما با عملای تروریستی میگه خو اینه میاسن خویجه اگه ما پادادی امریکا بود او عمل تروریستی نیسته اگه پایدی روس بود عمل تروریستی نیسته اگه توان ما بود پایدی از بود دیگه تروریست هستن اینه میگه حال ما اگه تروریست تعریف پیدا کنیم امریکا اینه میگه جنگ 18 ساله افغانستان سرچی بود امریکا که افغانستان بعد از اول سپتامبر جنگ که افغانستان به آغاز کرد برای چی اگه امروز طالب امریکا امارات اسلامی را قبول میکرد امریکا کتشن نو باز 18 ساله که هر چه نقصان در افغانستان آمدن او را باید بپردازه به خاطر از این که جنگ امریکا یک جنگ غلط شروع کرده بود بخاطر توریستان نبود موضوع امارات اسلامی در گفتگاه میان افغانی مطرح خواست شد ما اینجا مطرح ما برد میگه که مطرح اصلا امریکا هستن از جنگ در افغانستان اول این روز امریکا شروع کردن بزید توریستان شروع کردن بزید امارات اسلامی شروع کرد پس اگه امارات اسلامی یا قبول میکنن نو باز 18 ساله که هر چی در مملکت ما کلگی به دوش امریکا هست کلگی باید از بین بره بپردازه مردم افغانستان باید بگوه که همین جنگ شما برای چی در افغانستان برگزار چی کردی که شما آمده که اینمیج همین ملک ما شما را کوای هوایی و زمینی و این کلگی از بین بردی یک حکومت بود امور از بین بردی به نام توریستا امور پس امروز میاری به چی کار گپ بود چرا مو وقت حمله کردید ما شما از لحاظ حقوقی ببینیم برای دنیا پسر امریکا دیدیم حالت بسیار فشار آوردن خود امریکایا مردم امریکا که ما 18 ساله که امریکایا همینجا کشته شد سر چه کشته شد اگه این روز پس این امارات اسلامی رو بپذیره نو باز مردم امریکا باید بخیزه سرشان که چی شدم بچه های مرد چی امین پیسی مالیات که ما برده همینجا مصرف کردید سر چی مصرف کردید اصلا ما شما ببینید طالب باید اول بگویه که ما چیزی که کردیم توبه ما چیزی که حکومت هست همین را میپذیریم ما برای مردم افغانستان احترام داریم و مثل را برای دیگر که از معذرت از مردم افغانستان خواست باید اولین کار اینمی باشه که از مردم افغانستان باید معذرت بخواه و برشان بگویه که ما دوره امارات تکرار نمی کنیم و ما دوره 18 سال جنگی که بود امون تکرار نمی کنیم ما میایم به ایسی اگه افغان شما هم افغانستان اینمیجه انتخابات داریم و این میگه من پول چیکی هست ما باید اگه یاد میگه که ما باید آیا با گفتارشان با نظر شما پس امو گپایی که میگن اونا عملی خواهد کردن که پیشتر گفتن که شما اونا گپشان با عملشان متفاوته طالب فکر دینه می هستن که ما امریکا رو شکست دادیم ما حکومت ما کابل رو پتح کردیم افغانستان پتح کردیم دینه می فکر و چرت هستن بینه می فکر و چرت نیست که ما باید چیزی که کردیم باید معذرت بخوایم ما چیزی که کردیم باید بر مردم افغانستان بگویم که او تکرار نمیشه طالب به اینمی هستن که ما پیروز شدیم پیروز جنگ شدیم و ما میایم با یک قوت میایم در حکومت افغانستان هیچ چیز نمیبینه و خودشان حقوق پت تشکیل بده طالب به اینمی خواب هستن فکر میکنن که این خوابشان به جای نیستن اگه اینمی خوابشان به جای میبود پیش از 18 سال همه اینمی جنگید که نی امریکا بود نه او بود نی بود خو جنگ کرد که آخر ادبشان از چیشان نبود خو همه کشتار بود خو یک گلوسوالی را گرفتن نمیتونه سیا گلایت را گرفتن نمیتونه ستارچه که میرد اما جه استاد میشه هر از کشت و کشتار بود خو من فکر میکنم که به یه ادب نمیرسه ما اگر میخوایم که جنگ بس کنیم در افغانستان باید اینه میره بپذیریم که 18 سال در 40 سال که در افغانستان هر چی تیر شده بود او یک کار غلطی بود باید ما دیگه پسر او تکرار نکنیم که ما باید بیایم پس امارات اسلامی رو همیجا برگزار کنیم و ما پس اینمی چلاخ بگیریم زن به مکتب رو چی نمیتانه زن دکتر شدن نمیتانه و خودشان دختر خودشان باید دکترا داشته باشه زن ما باید نان پخته کنه در خانه باشه دختر ازی باید در امریکا و در اروپا درس بخونه از ما باید در خانه نبره اینمی تو نمیشه همین ملک همین ملک نمیت جور میشه که ما همین پوادات مملکت در نظر بگیره میشه بیان که موجه بیم ما میگیم که حکومت اسلامی یا میگه ما میخوایم حکومت اسلامی یا اگه میخوایی حکومت اسلامی با اینمی رکم نمیه که یا میخوایی با کشتار نمیه حکومت اسلامی بیان که تبلیغ بکنیم بیان مردم که از رای دیگر رای از مساجد و از وزارت جوکاب و از وزارت اطلاعات پرک اینمی رو مردم بسیج بکنیم که مردم بیان اگه چه ما فکر میکنیم که یکی تو یک چیزی خم نیستن در اینمی جنگی که هرچی بدبختی را آورده برای ما آورده در اینمی جنگ است که ما و شما میبینیم با کار از مردم از اسلام منتفقیر میشه اینمی حالات است میگه چی رقم جنگ هستن چی رقم کشتن هست ایده کدام کتاب رو هست چی رقم اسلام هستن و تو ده کدام کتاب برای ما مرگ از این رو میکنی که مردم هست که میره چی میکنه ما فکر میکنیم که اینمی جا باید ما طالب
اگه از اینمی خاک هستن، اگه از اینمی پیش امارات جمهوریتش نکرد، اینمی جمهوریت که چی کده؟ خو همی مردم بود، بیان کته همی مردم هر چیز میشه، اینمی مردم در نظر بگیره، همی خواب و خواب کشده در امارات در دماغشان هستن، امور او طرف کنه، که بیمیگه که امریکا را شکست دادیم، امریکا را شکست ندادی، امریکا اینمی حکومت شکست داد. امریکا بود که اینمی حکومت ضعیف میکنه هر روز. امریکا است که اینمی مردم افغانستان ضعیف میکنه، شما را کبی میکنن. اگه اینمی امریکا نمی بود، شما میگه کبی نمی بودی. ما فکر میکنیم در برابر امریکا پس در پای منافع شخصیش تا منافع افغانستان. یه واقعیت هستن. ما فکر میکنیم که نزدیکترین دوستا امریکایی و طالبا هستن. نزدیکترین دوستا او هستن که امروز در قطر. و یک چیز دیگه گفته های وجود دارد که روان در صلح افغانستان با مسئله کشمیر معامله میشه و بعضی تحلیل ها به این باور هستند. شما این مسئله را چقدر ارزیابی میکنند؟ شما ببینید طالب در قطر میگه که مسئله کشمیر من خود مثلا برتان بگویم که دندغوری ما از کشمیر بتر شده، پرای ما از کشمیر بتر شده، بیان ما کشمیر را چی کنیم؟ اوجی اردو قوتش هم بسیار خوب کلان قوتا مانده موجه. خوب قانون داره، خوب پایبند به قانون از اردو مملکت، خوب نظام داره، خوب مردمش داره، وطن دوست داره. بیان امور با امور علاج کنیم، امور هیچ مشکلی نداره. بیان به مملکت مشکل خود حل کنیم. طالب خود ما پر فکر میکنیم که پاکستان کل که کوششیان هستن که طالب علی پاکستان هستن که هر جای چی پیشان بخواه. ما پر تو گفتم که جنگ طالب مشکلی نداره در افغانستان. همین طالب که چیزی بخواه اما ما میخوایم. کتی ما خواهید چی میجنگه؟ ما در چی میکوشه؟ حکومت اسلامی ما برس میم که طالب با لیاز خدا همه حکومت اسلامی را بیار. نکوشیم بیا یک محکمه را جور کنیم، مرکزی که مرگش روا شد بیا بکوشیم ادامش کنیم. این تو نمیشه که فکر میکنیم که ما و شما بگویم میشه که طالب برای اسلام روان است و این نیست. همین جنگ است که کل که ما و شما مشکل آوردن. میگه که در قانون اساسی مشکل است، ما میگیم بیان که تغییرات در قانون اساسی میگه در ادارات مشکل هستن، ما میگیم که در ادارات مشکل است. خواست دستی توی مشکل حل کردن نمیتانیم. ما که هر جای اگه گرگ از چی میکنی خب باید سگ برشان نگاه کنیم. خب ما سگ به خاطر گرگ نگاه کردیم، همین گرگ نباشه ما هم سگ چی کنیم؟ همون سگ میگن که بر اینمی هستن که مشکلی در افغانستان به اینمی خاطر هستن که جنگ هستن. ما به فکر میکنم که صلح باید واقعی صلح باشه، برای امریکا هم برای افغانستان، حکومت افغانستان هم باید از اینمی خواب بخیسه سر امریکا امو که فشار بیاره که ما یک صلح میخوایم که جنگ در افغانستان با پایان بشه. بسیار زیاد تشکر محمد داوود، اساس عضو پیشین مجلس سنا. تشکر. ممنون از همراهیتان تا این دم با ما بودن. برنامه آغاز روز به اینجا به پایان میرسد. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار، وقت خوش داشته باشه.